میخوایم زیباترین بازی جهان انجام بدیم آیا موسیدی؟ آقا ما تو شیراز به این بازیو میگیم چیش بگیرک. نه بهش میگن بیا و بنگر. حالا با گرده آخه با چیش بسته میشه هم بیای هم بنگری؟ من که الان جلوشم نمیبینم. بیای بیای حالا با گرده بیا و بنگر. حالا با گرده بیا و بنگر. تو شیشو بیای میبرم. حالا کجا باید بیریم؟ بیا نمیشه چیش بسته نریم. بیا بیا حالا چیشون بس آخو. بیا یعنی چه؟ درست داریم میریم؟ بیا بیا کوچوب موب نیفتیم. استاپ توقف اینک بیا و بنگر بنگر بنباقی درست میبینم؟ چی کار کرد سنجدی؟ شما غم داشت و دلم فروت میشد تیشو برداشتی و ما که میکشه شما مشتلق چی مشتلق بله. آیه وایش تو کوچا کردی که چه؟ بله. الهی فدا شد جنگ و جنگ سر میاد از بالای شیراز میاد نمزه آه آقا جون تموم شد. همه چی تموم شد. بالاخره کار خودتونو کردین؟ من آدم وظیفه شناسی هستم گلی خانم. من فقط وظیفم انجام دادم. مهم نیست که انجام وظیفه شما منجر به محروم شدن عده‌ای از حقوقشون بشه؟ حقوق؟ چه حقوقی مادمازل؟ حقوق ایجاد هرج و مرج، آنارشی، بی‌نظمی در نظم عادی. نگاه کنید چی می‌بینید؟ چی می‌بینید؟ نشانه کامل آنارشی هرج و مرج در برابر چی؟ تشخص، وقار، نظم، آراستگی مادمازل. یادتون نره عمر هرج و مرج کوتاهه. شما آدم بیرحمی هستین آقای سنجدی. نه اشتباه میکنید گلی خانم. من آدم رئوفی هستم. قلبم این گنجیک چیک چیک میزنه، اما به پرنسیپ خیلی اعتقاد دارم. در این باره هم خیالتون راحت باشه، اونها در کمال رضایت اینجا رو ترک کردن. محاله؟ در این دنیا هیچی محال نیست. در این دنیای نامتناهی هر غیر ممکنی ممکنه مادمازل. آقا جون خود تو به خاطر هیچ و پوچ برای چی ناراحت میکنی؟ آقای سنجدی درست میفرمان. الهی فدات بشم. امان از دست این بچه ها. آخ نوایی نوایی جوانی بگذره قدرش ندنی. هی بادام جان هی. بریم چرا بایستادی آقای سنجدی؟ بفهم بیشی قربون دارم، بفهم بیشی نی؟ متشکرم موسیقی شرمندم نکنی بیشتر از این. خب بالاخره آقای سنجدی موفق شدید. ولی موسیقی من از اول مطمئن بودم که موفق میشیم. اما من باید اعتراف کنم آقا که بالکل مایوس شده بودم. حالا هم به خاطر تموم اون فشاره کاری که به شما و او آقایون آوردم واقعا شرمندم و عذر. ما به کار تحت فشار عادت کردیم. فلواقع دیگه شدیم فشاری. خب حالا چیکار کنیم؟ بیریم سر قرارداد و حساب کتابامون. نه موسیو مهم نیست. نمیشه آقا به جون شما نمیشه. قراردادو باید ببندیم. نه ببینید موسیو این دفعه مهمون من باشید.
دفعه بعد حساب میکنیم. نه آقا، ما قرارداد داریم، حساب کتاب داریم، نمیشه. ولی من نمیخوام بگیرم. چرا آقا؟ بالاخره شما هم زحمت کشیدی، کلی شب و روز بیداری کشیدی، نقشه کشیدی، اصلا از جونت مایه گذاشتی، ها؟ باید به حساب کتابت برسی، باید به حقت برسی آقا. نمیشه. ولی مسیو، فل واقع من نمیخوام از شما پول بگیرم. راستش فل واقع یک تقاضای دیگه از جناب عالی دارم. چه تقاضایی آقا؟ من از این جزیره خیلی خوشم اومده. صحیح. از جناب عالی هم خیلی خوشم اومده مسیح. لطف دارید آقای سنجدی. راستش فلواقع راحت باشید آقای سنجدی. بسیار خوب. از این هتلو، یعنی این هتل جمع جو و نقلی هم خوشم اومده مسیح. آوالو منم آقا از هم چیزاش خوش اومده که اینجا گرفتار شدم. میگم آقای سنجدی یه فکر بکنید ببینید چیزی از قلم نیفتیده، غیر از این از چیزهای دیگه خوشتون نیمده. راستش سعی کن آقای سنجدی جون گلنوشم با من یکی رو درواسی نداشته باشید، راحت راحت باشید. آه مایه شرمساری موسیو، من از دختر محترمتونم خوشم اومده. صحیح. میخواستم از جناب‌عالی تقاضا کنم منو به افتخار دامادی خودتون نایل بفرمایید مسیو. آقای سنجدی، آخه آقا با این سوابق سویی که شما دارین فکر نمی‌کنین یه خورده همچین؟ البته موسی، اگر این سوابق سو نبود که اصلا ما با هم آشنا نمی‌شدیم. همین سوابق سو و خدمات بود که مورد نیاز جناب علی قرار گرفت. البته بعد از انجام این امر خیر بنده هر جور تضمینی که لازم باشه خدمت جناب علی ارائه می‌کنم که دیگه به اینجور کارا نپردازم و فقط به امور هتلداری مشغول بشم. موسی هتلداری؟ ها بله حتما آقا، منظورتونم همین هتلو ها؟ البته اگر جناب علی موافق باشید مسیو. ببخشینا اما پس این وسط من چی کاره هستم؟ آه رئیس و پدر خانم بنده. آه خب پس شما چی کاره هستی؟ معاون و داماد عزیزتون مسیو. دومادو هتلو پدرزن. محاسبش آسونه مسیو. محاسبه چی فرمودی؟ همون سود زیان حاصله. یه قلم بنده دستمزد از جناب علی نمیگیرم که التفات دارید که دستمزد بنده چقدر خانمان براندازه مسیو. بله البته یه سرمایه‌ای هم فراهم کردم که در صورت انجام این امر خیر من این رو در همین هتل به گردش میندازم. البته قول نمیدم مثل اون آقایی که از خارج اومده بود میخواست هتل 100 طبقه بسازه. آقای کیانی؟ نه ولی 30 طبقهش حتمیه. اگر بیشتر نشه کمتر نمیشه. بله دو طبقه هست، 28 طبقه هم روش میسازیم که میشه 30 طبقه. با یه رستوران گردون اون بالا که مشتری ها تمام جزیره رو ببینه. وای آقای سنجدی محشر میشه کاکا جون. فکرشو بکنید آدم داره نهار میخوره شام میخوره اما روی چرخ و فلکیه که هی میره ای بر هی میاد او بر هی میره ای بر هی میاد او بر. و یه زیرزمین وسیع پر از اسباب بازی های برقی برای بچه ها با چرخ و فلک های عمودی و افقی رنجر رو چه میدونم.
به بازی های دیگه موسیو. این ورش هم میکنیم صحرای معلق آب سردگر. چطوره؟ از فروشگاهی که طبقه همکف هتل ایجاد میکنیم صحبت نمیکنم. از آسانسورهای شیشه ای، از پله‌های برقی، از باند فرود هلیکوپتر روی بام رستوران گردون در طبقه دست کم سیام موسیو. بسن آقا، بسن بسن. بیو 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 قراردادش ببندیم. قرارداد چیو؟ همچیه که آقا که حالا گفتی دیگه. فعلا یه دست مردونه بدیم موسیو، قراردادش هم میبندیم. قرارداد من خودم تنظیم میکنم آقو. موسیو، قرار عقد و عروسی رو کی بذاریم؟ ببخشینا، کدوم عقد و عروسی؟ عقد و عروسی من و گلی خانم دیگه موسیو. ها جون گلوشو بسه یادم رفته بود. خب پس برای اینم یه دست مردونه بدیم. ببخشینا سایکو آقو، سایکو قرار عروسی و عقد و فردا میذاریم ایشالله، کلنگ هتلو هم پس فردا میذاریم زمین ایشالله. هتل 30 طبقه خوبه، یعنی فی الواقع عالیه. پس آقا من برم گلوش رو راضی کنم. با اجازت. نه امکان نداره. امکان نداره؟ نه. چرا آقا؟ من که موافقت مو اعلام کردم، دومادم که حی حاضره، فردم ایشالله میریم محضر کار تموم. من دوست ندارم با سنجدی ازدواج کنم. ده آخه چرا آقا؟ اون یه جنایتکار حرفه‌ای آقا جون. منم آقا اول همو اشتباه شما رو میکردم، اما قرار شد ایشالله بعد از ازدواج با شما تمام او کار خلافش کنار بذاره و ازش استعفا کنه. به همین راحتی؟ به همین راحتی آقا. اصلا قرار معاون من بشه. معاون شما؟ ها فکرشو بکن، آقا سنجدی قرار معاون من بشه. اصلا فکرش هم نمیتونم بکنم. چیشی که قرار معاون من بشه؟ نه که شوهر من بشه. ده چرا آقا؟ اون اسمش سنجدی. حالا آقا شما هم خیلی دیگه داری سخت میگیری. سخت میگیرد جهان بر مردمان سختگیر آقا. ها شما خوشتون میاد بهتون بگن خانم سنجدی؟ می آقا من میخوام باش ازدواج کنم. مهم نیست، تصورشو بکنی. حالا آقا یه اسم قشنگ خودت براش انتخاب کن بذار روش. اسم که دیگه قاطی نیست که. متاسفم آقا جون، نمیتونم. آقا جون من الان میرم تو اتاقم یه نگاهی میکنم، یه اسم خوب مناسبی تو کتابا برای آقای سنجدی پیدا میکنیم. اسم که دیگه قاطی نیست آقا. آقا جون من که منظورم اسمش نیست، من نمیتونم باهاش ازدواج کنم. شما چرا هی ایشاخ و اوشاخه میپری آقا؟ نمیتونم نمیتونم یعنی چی؟ نمیتونم، نمیخوام. اصلا نظر من مگه برای شما مهم نیست؟ مگه شما نیومدین اینجا با من حرف بزنین؟ شما الان میدونی داری 28 طبقه به من ضرر میزنی. 28 طبقه؟ بله 28 طبقه. چرا؟ قرار شد وقتی آقای سنجدی با شما ازدواج کرد با پول آقای سنجدی یه هتل 30 طبقه بزنیم. دو طبقهش که داریم، دو رو که از 30 کم کنی چی میمونه؟ میمونه 28. من قرار زن پولای آقای سنجدی بشم. آقا ما که کارا رو تقسیم کردیم، شما با آقای سنجدی ازدواج میکنی، منم ایشالله با پولاش. از شما بعید آقا جون. آقا من حق ندارم بعد از این همه سال که یه ازدواج مجددی نکردم فقط به خاطر بزرگ کردن شما، حالا که شما داری میری خونه بخت، حق ندارم یه کمی، فقط یه کمی به فکر آینده خودم باشم. متاسفم آقا جون، من نمیتونم پیشنهادتون رو قبول کنم. سیکو آقا، سیکو، فقط دو ساعت، نه نه نه، دو ساعت و نیم بهت فرصت میدم که تصمیم بگیری جواب منو بدی. از همین حالا هم دو ساعت شما شروع میشه، زمان صفر. حال ببینم چی کار میکنی. سلام خانم جان. سلام. اون دنیا رو برگشتم. بشین. چه خبر بود خانم جان اون دنیا؟ زبونو که مار انشالله نش بزنه مرد حسابی، این چه حرفی میزنی؟ بابا چیزی نبود، سوال کردم گفتم ببینم اگه فامیلا چیزی کم دارن اینجا نقدی امانی بخریم ارسال کنیم. بابا خانم جان قابلی نداره. اون از حرف زدنش، اینم از قلو بردنش. دستت درد نکنه سیریوس.
بازم که به یادم بودی خوب بود. خانم جان نیستی اونجا ما اصلا دست دیرمون به کار نمیره، نمیتونیم زندگی کنیم. بابا پس کی مرخصت میکنن؟ کی مرخص میشی؟ امروز بعد از ظهر دکتر بیاد معلومه. میبینین وقتی میگم آدم به آه و دم بنده، تو ابرام باور نمیکنی. نه بیا منو به آرزون برسون، نذارین آخر عمری آرزو به دل بمیرم. آه ای بابا این حرفا چیه میزنه خانم جان؟ انشالله 120 سال دیگه زنده باشی، سایت بالا سر ما باشه. آره خانم جان، ابراهیم هم قول میده تو جشن تولد 120 سالگی عروسی کنه. بچم چی میشه؟ هیچی، چی مقایه بشه؟ اون موقع که عروسی کنه میگه باید یار ما بارک بارای سلام و بارک خود را دست منو بگیری. پا 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 حرف نزن خانم جان. اگه اومده واتر بیاد رو دیده سیریوس نیست، نگه چرا این بسته رو کشت شان. اگه اینجوری باشه نه به خدا من نمیام. دعوا نکنین دیگه، بگی ما چش کن. خیلی خوب چش. خب دیگه، خب دیگه چیزی نذاشتی از لپم باقی بمونه. بسته سر وقت اومدم آقا، درستن؟ بله، شما همیشه تو کارهای مربوط به خودتون بخشناس بودین آقا جون. بی انصافی نکن آقا، این کارو پنجا پنجان آقا. شما بی انصافی نکنید آقا جون، اصلا 60 به 40. واقعا اینجوری فکر میکنید؟ 70 من 30 شما، خوبه؟ ولی آخه آقا جون 20 به 80. دیگه رو حرفم حرف نزن، میخوام مشتری دائم بشی. حالا نتیجه؟ شما واقعا سر حرفتون هستین؟ البته که هستم آقا، چرا نباشم؟ آقا جون رحم کنید تو رو خدا. آقا من همه امیدم تو زندگی شما هستی، من جوانیم رو شما گذاشتم، حالا به یه خواهش کوچولوی من توجه نمی کنی؟ این خواهش کوچولویه؟ من باید همه عمرم رو بذارم. آقا من خوشبختی شما رو میخوام. شما فقط صدای خودتون رو میشنوی؟ نه آقا، من صدای شما رو هم میشنوم. پس شما به کمتر از بله رضایت نمیدین؟ من آقا نظر تو رو میخوام، وگرنه از اختیارات پدرانم استفاده میکنم. اگر نبگم؟ دیگه مجبورم از اختیاراتم استفاده کنم. پس وقتو تلف نکنید، از تمام اختیارات پدرانتون استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی جوابت بعلن؟ 28 طبقه رو وجدانم سنگینی میکنه. ممنونم آقا، تو همیشه دختر خوبی بودی، جون گلوش ای همه جا گفتم. میری به شریکتون خبر بدین؟ ها آقا، البته با اجازه شما دختر خوبم. جوابتون منفیه. شما آقای سنجدی ای لحظه به بعد به افتخار دومادی من نائل میشین آقا. نه. چرا؟ نه. ها بله. ها بدرزن عزیزم، بدرزن عزیزم، بدرزن عزیزم، بدرزن عزیزم. فردا برای عقد و عروسی خوبه؟ فردا برای امضای قرارداد 30 طبقه و چی طوران آقا؟ خوبه. پس خوبه؟ خوبه. خوب. میگم آقا، میگم آقا، راضی کردنش کار نبوده، خیلی مشکل بود. درست مثل پدرش. حالا یه پیشنهاد آقا، ها به
بهتر شما یه کمی هم برای عروس خرج بکنه قربون. بریم بازار، طلایی بخر، جواهری بخر، لباس قشنگ مشنگی بخر، خلاصه هر چیش میبینه و دستت میرسه براش بخر. ها؟ تو این مورد تجربه دارید شما؟ خیر، من جز جنایت تجربه دیگه ندارم. خیلی بوم سیاه. خب پس از تجربه پدرزن عزیزت استفاده کن آقا. برای استفاده از تجربه پدرزن حاضرم. بار پس میریم بازار. برو برو. اما ای اواخر آقای سنجلی، من حسابی مایوس و ناامید ازتون شده بودم. بالواقع پدرزن عزیزم، سنجدی یعنی داماد عزیز شما همیشه یک برگ جدیدی برای رو کردن داره. یه آدم بزرگی گفته ای هزار دفعم آقا زمین خوردی اما دوباره پاشو، چون ای زمین نخوری پاشدنت آقا اصلا معنی نداره. به به، چه زیبا، چه حکیمانه، خودم آدم مهمی این حرف زده. بگم اونم خودم بودم آقا. باید بعدن یادداشتش کنم. اما آقای سنجدی هنوز یه رازی برای من معلوم نشده. چه رازی؟ ای که بالاخره این هتل پیاده رو چجوری یهو همینطوری تعطیل شد؟ آه خیلی سخت بود واقعا، که آدم های سرسختی بودن. تمام کسایی که من باهاشون سر کار داشتم یا نابود میشدن یا میمردن، اما اینها تا آخرین سلول مقاومت کردن. واقعا یعنی خلاصشون کردی؟ من آقای سنجدی قرار نشد از دماغ هیچکی یه قطره خونم نریزه. نریخت. پس خفشون کردی؟ نه قتل و غارتی، نه خون ریزی. خب پس چی آقا؟ اجازه بدید که لذت این راز برای خودم باقی بمونه. میدونید میخوام در کتاب خاطراتم که به زودی چاپ میشه و احتمالاً از کتاب‌های پرفروش میشه، رازهای حرفه‌ای خودم رو برملا کنم. همینقدر هست که بگم از این بعد چیزی به اسم هتل پیاده رو وجود خارجی نخواهد داشت. فی‌الواقع. نانگیلا سیام. سیریوس. بله. میگم این چه خبره؟ این هتلیه سری صدای خیلی سوتوکوره. چیه؟ دلت برای سنجدی تنگ شده؟ نه بابا. پس چی؟ برای ابو سعیدی؟ بالاخره منظورم اینه سیریوس، نه سری، نه صدایی، نه رفتی، نه آمدی. میدونی چیه داداش جون؟ بله. تو با خودت هم رو درواسی داری. نه بابا. چرا دیگه؟ قناری. آخه چرا؟ یه چیزی تو وجودت داره فریاد میزنه، تو هم هی داری خفش میکنی. ولش کن بابا، بذار زندگیشو کنه. سیریوس؟ این چه طرز صحبت کردنه؟ مثل اون آقای اینطوره اینطوره صحبت میکنه، جامعه شناسه حرف میزنه. آقای بیجون، نوکرتم میگه بگذار که احساس هوایی بخوره. آره بابا راست میگی سیریوس ها، هوا هم که مفتیه، آب و برق نیست که سر ماه قبضش بیاد بر آدم. چی میگی تو؟ بابا جون من منظورم اینه که برو با خودش صحبت کن. یعنی با خود خودش؟ آره، یا رومی روم یا زنگی زنگ، جرأت به خرج بده پسر. قصه‌م که پایانش خوش تموم شه به نفع تو میشه. خیلی خوب، اومدیم و پایانش خوش تمام نشد آقا سیریوس. خب. اون وقت هیچ، میای میچسبی به کار و زندگی، به هتل پیاده رو، اتفاقی نمیافته، نهایتا یه ما قصه میخوری. میگم سیریوس ها، من اگه شما رو نداشتم چی کار میکردم؟ هیچ کاری نمیکردی، بلیط یه سره رو میگرفتی میرفتی دنبال زندگی. همون بلیط یه سره که مال آقای ایتوره بود؟ اونی؟
خانم جان. چطور باش؟ کجای خانم جان؟ وای دادم، وای گولو خانم. ببینم چیکار میکنی ها. پایان قصه خودش با پای خودش اومده. برو ببینم چیکار میکنی. کجای خانم جان؟ برو دیگه. چرا گیج شدی؟ برو. خیلی خوب بابا، هولم نکن. سلام علیکم گلو خانم. سلام آقای ابراهیم، کجا بودین؟ خانم جان کجاست؟ بیمارستانه. بیمارستان؟ تو رو خدا نترسین، مسئله نیست. دکتر گفتش که بعد از ظهر مرخصش میکنن. شاید هم تا شب بیاریمش خونه. چی شده؟ نمیدونم، مثل چه مسمومیت وارد معده‌اش شده. نمیدونم مسموم شده معده‌اش چی شده، ولی هیچی نیست. شستشو بدن خوب میشه. پس همش دروغ بود. به من گفتن شما برای همیشه از اینجا رفتین. کجا؟ نمیدونم، ولی راستش خیلی ناراحت شدم. ما هم گل خانم راستیتش این چند روزه خیلی حالمون دیگرگون بود. چرا؟ نمیدونم، خودمونم نمیدونم چه مرجمون بود. خدا نکنه. چرا؟ اتفاقا خدا بکنه. خدا نکنه، شما هنوز خیلی جوونید. روم سیاه گلو خانم، ببخشین شما سرپا وایسانی. بفرمایید بفرمایید، بشینید در خدمتتون باشین. بفرمایید بفرم. میدونین گلو خانم، اتفاقا سن و سال من در شرایطیه که فیزیکم هم همینطور خیلی مناسبه با مشکل قلب. نه آقا ابراهیم، بیماری قلبی مال سنین بالاست، نه شما. باید برین دکتر. رفتم دکتر. خب چی گفته؟ گفته که حرفی تی بزنی. سردر نمیارم. ببینم گلو خانم، دکتر گفتش که ممکنه پایان قصه شما هم یه جورایی خوش و خوب تمام بشه، به شرطی که شما جرأت بکنه بتونی حرف خودتی بزنی، حرف دلتی بهش بزنی. حالا اگه ما هم شانس بیاریم، جوانیه دیگه، آرزو بر جوانان عیب نداره. اینه که ممکنه قصه ما هم خوش تموم بشه، اگه خدا بخواد. حالا من میگم که اشکال نداره ها، شانسی منی یه امتحانو بکنم. ببخشید من خیلی متوجه نمیشم، اگر میشه واضح‌تر توضیح بدین راجع به کدوم قصه صحبت میکنید؟ همون سرنوشت خودمون که خدمتتون عرض کردم دیگه. خودمون؟ منظورتون چیه؟ یعنی چی؟ گلو خانم چیزوری متوجه نمیشین؟ انصافتون رو شو چیزوری بگم. ببین داشتیم اولش با چشتی تایتانش از بندر لینجمی اومدیم، من خواستم پرتقال میخورم، پوستش میخواستم بریزم تو موشم مایی که لباس شما توش بود، بعد پوست تخمه آوردم زیلو ریخ زمین. بذار این قصه رو مثل سریال از اول برای تعریف کنم. خوبه؟ متوجه میشی اونجوری؟ آهان دارم متوجه میشم. خدا رو شکر که متوجه شده. اولا که آقا ابراهیم، شما در این مورد باید با آقا جونم صحبت کنید. با پدرتون؟ دکتر راضی این قضیه چیزی نگفت. چجوری؟ دوم اینکه آقا جونم با تقاضای یک آقای دیگه موافقت کرده و من به زودی ازدواج میکنم. ببخشید گلو خانم، چی شد؟ شما به زودی چی کار میخوایی میکنم؟ ببخشید من باید برم. خواهش میکنم، من باید برم، شما چرا برم؟ آه سیریوس؟ سرم داره قیش میگه، ایلاشوبه گرفتن. پاک همه چی ریخ به هم آقبی. فکر کنم سیریوس، فکر کنم رفتیم تو یه ماه گوسته خوردم. اب نداره، برات صبر و شکیبایی آرزو میکنم آقبی، بقای عمر اونایی باشه که به هم میرسن. اب نداره. گلون خوش سیریوس. چشم. حالا مطمئنی که حتما یه محبت گسته بخوره؟ نه کمترم میشه،
به شرط اینکه بلندشی بچسبیم به کار، سرمون گرم باشه، حالیمون نمیشه. پاشو کار کن. اینجا هم خیلی درهم برهمه. چرا شیرازی ها همه شیرای او میذارن؟ هتل ها میگن هتلو، اما اونی که او داره مثل سمنو میگن سمنی. ای آقا یه شوخیه با تهرونی ها. سلام آقا جون. سلام آقا. میگم ای دکو باز آقا یا چیشای من داره اشتباهی میبینه؟ خوشبختانه بازه، همه چیش هم سر جاش. اه سیکو، می اینا نرفته بودن؟ نه، کجا برن؟ خونه زندگیشون اینجاست. اشتباه شده، ممکن نیست. چی اشتباه شده آقا؟ می چیشات نمیبینه؟ عینک تو برده تا بهتر میبینی، هنوز پیاده روی یا هست از سر جاشونه. اشتباه شده؟ واجده کی برگشتن؟ مرد حسابی، ای بود شیوه بین المللی که به من گفتی؟ می نگفتی شیوه بین المللی هتل پیاده رو دیگه از بین رفته؟ کجایش از بین رفته مرد حسابی؟ کجایش از بین رفته؟ ها؟ ای بود رازی که نمیخواستی به من بگی؟ ده همین بود بیرست کنین آقا جون. ای همین خاک بین المللی توی سیویلت که مثل خودت قلابی هن مردی که حق باز دروگه به سندیکا جنایتکارا زنگ میزنم میگم اخراجت کنن مردی که دروغ بود. نه آقا، نه آقا، این کارو نکنید. قول میدم، قول یه جنایتکار فرق داره با قول دیگران. خواهش میکنم. یه دفعه دیگه کلمه قول از دهن در بیاد، به جون گلوشم قول میدم بخوابونم کف خیابون با هن ماشینو از روز رد شم. مردی که حق باز دروغ. توقع یه داماد از پدر زنش خیلی بیشتر از این حرفاست. خیلی خوب. میرم. ادیو. خدا حافظ، چون شما گفتید خدا حافظ. خاله جان، انقدر از اومدنتون خوشحالم که نمیدونید. منم از دیدنتون خوشحالم گلی جان، خیلی هم خوشحالم. اومدن شما زندگی من نجات داد. کاش تو هم میتونستی زندگی ما رو نجات بدی. من؟ بله تو. چطوری؟ عزیزم تو چطوری؟ ببین گلی جان، ابراهام خیلی درس نخونده چون از بچگی مجبور شد کار کنه، زحمت بکشه، اما میتونه گل بده بعدن درس بخونه. آخه خانم جان ببین گوش بده، ابراهام خیلی مدرسه نرفته، اما وقتی حرف میزنه مثل فیلسوفا حرف میزنه، اینو باور کن. نخند دختر دیگه، راست میگم. ببین ابراهام بهترین آشپز این جزیره است. از هر انگشت این بچه هم یه هنر میریزه. هر جای دنیا هم بره خدا رو شکر جا داره واسه خودش. من هنوز درسم تمام نشده. خب تمام میشه که گسته ندارم. اجازم هم دست آقا جونمه. اونم من میگیرم. دیگه چی؟ میگم حالا نمیشه خانم جان آخر داستان خوش تموم نشه. تو بچه چی بگم آخه به تو؟ ببین هر کسی اگر آخرش خوشادی باشه بهترین آخر رو داره اون قصه. میشه فکر کنم؟ بله چرا نمیشه فکر کنی؟ فکر کن. الو. از مرکز سندیکای جنایتکاران تماس. بگوشم قربان. کارت عضویت شما به دلیل عدم ابراز لیاقت و شایستگی در انجام ماموریت‌های محوله از این لحظه باطل میشه. نه. تمام. طول مکالمه زیاد میشه. Thank you.
خیلی اسلام چی کار میکنه تو؟ وای خودم نمیر چوب دیگه برد چی میخوری؟ عجب مردم آزاری هستی بر خرمک سه مرکه. بگذار مردان خبیث به سزای اعمالشون برسن. پس تشریف قهرمان داستان چی بشه مرد حسابی؟ نه عروسی کنه نه کسی رو نجات بده، فایده چیه؟ ها؟ مردم آزار سرین زیره میکنم. ده کجا رفتی تو؟ ده منه بگو نگاه کن، اومدم مثلا نزاتش بدم از آب تو خشکی دارم خاکش میکنم. بلند شو داری میره فرو. بلند شو بلند شو، چرا نگفتم من سنگینم بچرم رو میره فرو؟ پاشو. آه عشق، آه عشق شهرت. پاشو مرد حسابی داره خاک میشه. بلند شو بیا اینم آب. آب میخوام چیکار کنم مرد حسابی؟ بابا بپاچ بهش بده حالش جا بیاد. آبو باید بپاچم به تو حال تو جا بیاد. پاچیدم. پس چیکار کنی؟ مرد حسابی این از صبح تا حالا تو دریا بوده، یه دریا آب رفته تو مستش. نگاه کن بفرما این آب میخواد چیکار کنه؟ آبو باید به خودت میپاچید حال خودت جا بیاد. به خودم پاچیدم بابا، اینم آب خورده دیپورت میکنه. یعنی چی؟ پس چیکار کنیم؟ بلند شو به جای این کارا برو یه تاکسی تلفن خبر کن این بنده خدا رو لباسش هم چه خوش شد راهی کنیم برید دنبال کار زندگانش. من تا تکلیفم روشن نشه از اینجا تکون نمیخورم. تکلیف چیت روشن بشه؟ ما نمیدونیم اینجا چی کاریم. یعنی سرنوشتمون چی میخواد بشه اینجا؟ مرد حسابی هنوز تکلیف قهرمان و ضد قهرمان معلوم نشده، تو داره جوشو خودت میزنه. خب تقصیر خودته. چرا؟ مگه چه تقصیری منه؟ به خاطر اینکه تو اگه به جای اینکه بری این سنجدی و بادومی بخواب با الان آب دیپورت میکنی، به جای اینکه این سنجدی و بادومی و نمیدونم اون یارو لبو و ببو اینا رو نجات بدی، باش بجنگ آقا بجنگ. شاید خدام خواست و شما دوتایی دار فانی رو ودا گفتید، یه راهی برای ما باز شد. چه راهی؟ راه چی برای تو باز میشه؟ خب معلومه دیگه، تشکیل خانواده ای، چیزی، زندگی. برو گم شو، خیس برو گم شو. میرسه هستن زیده. الهه قربونت برم، همه منتظر جواب هست. کار و زندگی دارن مردم، چه جواب کوچولو میخوای بدی؟ چه جوابی خانم جان؟ بالاخره آره یا نه؟ آقا جونم تازه قبول کردن که من در مورد آیندم خودم تصمیم بگیرم، ولی اجازه بدین به شما بگم نه. خیلی دوستتون دارم اما فکر میکنم آقای ابراهیم با یه دختری که مثل خودش فکر میکنه ازدواج کنه اینجوری خوشبخت‌تر میشه خانم جان. بفرما آسنوز بیا. خجالت نداره مسئله نیست. بفرما. سلام علیکم. سلام آقا. سلام. نشد قسمت دردی برا. اشکالی یک تو خانم زن، یه چند وقتی که بچسبیم به کسب و کارمون مسئله فراموشمون میشه. پس من که کسب و کارم از دست دادم چی؟ آقای سنجری عزیزم، شما یا خودت خودتو بکش یا اجازه بده اصلا من بکشمت. ای آیه نسر، تو رو خدا دیگه صحبت کشت و کشتار نکنه، گل خانم داره میره. شوخی کردم خانم جان. بریم آقا جون بریم. خب ابراهیم جان، آقای سنجری خیلی لطف کردید برای بدرقه گل نوشون اومدید، واقعا لطف کردید. بریم آقا جون. سفرتون بخیر. ممنونم. به سلامت. موندم همینجور بلا تکلیف آقا ابراهیم. بذار اینا رو بدرقه کنم، من تشریف شما رو روشن.
خب خانم جان، آقا ابراهیم، آقا سنجیل، فعلا خداحافظ شما. خداحافظ. بفرمایید خانم جان. به سلامت آقای هتلو، به سلامت. اون بایاش عجب سرگذشت. چی شد این تکلیف من؟ آه تکلیف شد. ببین آقای سنجیدی، من یک کاری برای شما سراغ دارم. جدی؟ بله. اگر موافق باشی من شما رو استخدامت میکنم. خجالت بکش آقای ابراهیم. من یه تبهکار بین المللی بودم. تمام اروپا و آمریکای لاتین یه سنجدی میگفتن، هزار تا سنجد در لبولوچنشو میریخت. حالا بیام استخدام تو بشم. اوه آره این روزگار. بابا مرد حسابه، گوش کن ببین، من چی نگفتم بیا اونجا شاگرد من بشو چی؟ پس چی؟ اون سیروس برای هفت پشتمون بس. من گفتم اگه شما بخوای قرارداد باید امضا میکنم برای یه کار سیر مخفی. چه قرار دادی؟ اگه دوست داشتی یه قرارداد باید امضا میکنم، ظرفی 24 ساعت این هتلی رو رفتن با خاک یکسان کنه برای من. اتفاقا برای انهدام چنین هتل منحوسی طرح‌های بسیار بیشمار و متنوعی دارم. یعنی این هتل از صفحه جزیره کیش پاک بشه. پاک؟ پود؟ پاک؟ یا آقا ابراهیم که بگم طرح 3A14، طرح چنگکی، طرح فشارکی، طرح شماره 18، طرح بیخدیواری، طرح‌های خودساز، طرح‌های جوش ساز، طرح‌های خود به خودی، طرح‌های بی خودی، طرح‌های ناخودی، طرح 14. فکر کنم دیگه خودشی با ما کار نداشته باشی این آقای سینزدی. خداحافظ آقای سینزدی.